اوریدونکو ستړي مشي سحر مونیک مرغلار یو نانی څخه د آغاز روز یا ورځې پیل خبرونه ګوري. موضوعات بیلابیل دي چې وروسته به پرې بحث ولرو. د هرات سټوډیو څخه هم خبرونه لرو. خبرونې مو ځانګړې دي د چې د څه دپاره دا به بیا څو لنډو شیبو کې درته ووایو. زموږ همکار بریالی رحیمي د ټلیفون په کرخه باندې د قندهار ولایت څخه موږ ته البته د قندهار په اړه باندې ځینې نوي موضوعات چې په قندهار کې پیښ شوي امنیتي وضعیت یا هم نور مسایل دي په دې ورسره مرکه لرو. رحیمي صاحب سلام. سلامونه تاسو او درنو لیدونکو ته، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او ښه سهار مو پیل کړی وي. مننه کوو رحیمي صاحب. څه خبرې دي قندهار ولایت کې؟ راځئ تاسو نه واورو په لرو سیمو کې د قندهار امنیتي وضعیت څنګه دی، په معلومات تاسو راکړئ موږ ته. څو ځله مو په دې اړه رپورټونه خپره کړي دي چې د افغانستان د څلور دېرشو نورو ولایتونو په نسبت باندې تیر کال 2015 کال په کندهار کې یو امن کال و نسبت نورو ولایتونو ته، خو بیا هم په لرې پرتو ولسوالیو کې وخت نا وخت د امنیتي پیښو راپورونه لرو چې اوس هم په هغه ولسوالیو کې ستونزې موجودې دي. اوس دغه ستونزې تاسو نه واورو، امنیتي ستونزې دي که نور څه ستونزې دي؟ دا معلومات تاسو موږ ته راکړئ. امنیتي ستونزې دي په لرې پرتو ولسوالیو کې، معروف، میانشي، نیش، ریګستان، غورک او شورابک، هغه ولسوالۍ دي په کندهار کې چې همیشه ترې نه د جنګ جګړو راپورونه خپرېږي. همداشان په میوند ولسوالۍ کې چې د هلمند سره سرحد لري، غورک ولسوالۍ چې د هلمند سره سرحد لري، په هغه ولسوالیو کې هر ورځ د امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې کېږي او خلکو ته مرګ ژوبله په هغه کې اوړي. نو په هغه ولسوالیو کې تر اوسه پورې هم لا ستونزې موجودې. رحیمي صاحب، د پخوا نه دغه په دغو ولسوالیو کې د دولت د مخالفینو وسلوالو او د دولت د امنیتي ارګانونو سره دغه جګړې کېدلې، که دا نوي موضوعات دي؟ نه نه، دغه جګړې د پخوا نه زیاتې وې خو کېدلې، خو په دې وروستیو کې چې په هلمند ولایت کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی، په دې ولسوالیو کې دغه جګړو د پخوا په نسبت باندې زور اخیستی دی. که نه په دغه ولسوالیو کې د تېرو اتو کالو راهیسې داسې امن نه دی راغلی چې ټوله ولسوالۍ په بشپړ ډول باندې د دولتي ځواکونو په واک کې وي. په هغه ځای کې همیشه داسې وي د ولسوالۍ د پوستې په شکل وي او یوازې د ولسوالیو مرکزونه د دولت په ولکه کې، د نور اطرافونه ټول د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. اوس تاسو به د امنیتي ارګانونو سره چې مرکې کوئ، تماس کې استئ، دوی ځواب څه دی چې ولې په دغه څو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په هغو سیمو کې چې وسلوال دي کاملاً د دوی تر ولکې لاندې وي؟ دغه ولسوالۍ کې ځینې ولسوالۍ د ګاونډي هېواد پاکستان سره په ګډه پولې کې پرتې دي، لکه معروف ریګستان او ارغستان، او هغه ځای ته نږدې د شورابک چې د هغې خوانه تر تهدید لاندې د دوی په وینا، او ځینې د هلمند ولایت او د روزګان ولایت سره په سرحد کې پرتې دي چې د هغې خوانه تر تهدید لاندې دي، او ځینې ولسوالۍ هم د زابل ولایت سره چې دغه زابل او روزګان او هلمند ولایتونه په تیر کال کې نام نه و، ډېرې سیمې نام نه وې، د هغې خوانه د دوی په وینا چې ضرر ویني. خو هغه سیمې چې د کندهار ولایت پورې مربوط دي او نږدې د بل ولایت سره سرحد نه لري، مثلا لکه دامان او ډنډ او ژړۍ او پنجوایي او ارغنداب او دغسې شاولي کور، دغه ولسوالۍ کې دي، په دې کې بیا بالکل امن دی، هېڅ امنیتي ستونزه په دې ولسوالۍ کې وجود نه لري، ځکه چې هغه یوازې د کندهار د پوشش لاندې دي، او هغه سیمې د ګاونډي ولایتونو او د پاکستان هېواد د ګډې پولې سره سرحد لري. نو په دې خاطر باندې د دوی په وینا چې په هغه سیمه کې یو شمېر ستونزې لري. حتی په کندهار کې داسې ولسوالۍ موجودې دي لکه نیش او شورابک ولسوالۍ چې په تېرو 15 کلونو کې یوازې یو واره هلته ښوونځی فعال شوی دی، چې هغه هم یوه ښوونځی دی د یوه کال دپاره، بیا تر دې اوسه پورې یوه ښوونځی هم نه ده فعال شوی په هغه سیمه کې. هغه سیمه د دې تر تاثیر لاندې ده چې هلته د دولت وسلوال مخالفین همیشه فعالیت لري، نو نسي کولی چې هلته ښوونځی فعال کړي. دا هم یو د ناامنیو نه شمېرل کېږي. اوس ګنګوسي دي چې راتلونکی کال به بیا جګړه په افغانستان کې واوسي، که ځکه کاوا توده شي، تاسو چې د قندهار د امنیتي ځواکونو سره په تماس کې یاستئ، څومره دغه ځواکونه به د دې چمتووالی ولري چې په پسرلي کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو یا د هدفونو مخه ونیسي؟
تیره اونیم د کندهار د امنیه کمانډان سره په دې اړه باندې خبرې درلودې چې هغوی خپل د خبرو په مهال وویل چې ټول امنیتي ځواکونه لکه د 2015 کال په اوږدو کې چې د کندهار امنیت ساتل او تر دې به هم زیاته هڅه وکړي. خو یوه خبره یې وکړله چې د امریکا د خوانه د داسې جګړې اعلانېدل دا د تشویش وړ ده او باید په دې اړه باندې افغان حکومت مرکزي حکومت تصمیم ونیسي، ځکه چې یوازې د یو ولایت په امنیه قمندان یا والي باندې د داسې جنګ اعلان او د هغه کابو کول ډېره ګرانه خبره ده. خو بیا هم د چمتووالي خبره کوي، وایي چې ټول امنیتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې امنیت وساتي. خو د دولت د وسلوالو مخالفینو د چمتووالي خبره هم کوي چې هغوی هم ډېر چمتووالی نیولی دی، کیدای شي په زیاته اندازه ستونزې په دې ولایت کې امنیتي ستونزې رامنځته کړي. مننه کوو له تاسو څخه. ژوندي اوسئ. زمون همکار بریالی رحیمی و د کندهار ولایت څخه موږ سره په اړیکه کې و. د کندهار ولایت پر امنیتی وضعیت مو خبرې ډیرې وې. دوی یادونه وکړه هغه د کندهار هغه ولسوالۍ چې د هلمند او روزګان ولایتونو سره خلاصې لارې لري، سرحد لري، هغه سیمې نارامه دي. تاسو د هلمند څخه خبرې یاستئ چې ډیره موده کیږي په هلمند کې جګړه روانه ده د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ. کله هم ځینې ولسوالۍ وسلوال ونیسي او بیرته هم افغان امنیتي ځواکونه په دې باندې بیا وتوانېږي چې دا ولسوالۍ له دوی څخه ونیسي. خو امنیتي وضعیت لا هلته ډېر د ډاډ وړ نه دی. ځینو سیمو څخه یادونه وکړله چې په هغو کې لا تر اوسه پورې ځینې ښوونځي بیخي تر اوسه پورې فعالیت نه لري، ځکه چې هلته وسلوال مخالفین دي، نشي کولی چې دغه ښوونځي، البته معرف نشي کولی دا ښوونځي خلاص کړي هلته، ځکه د هغوی ویره ده. تاسو د رسنیو څخه د امریکایي جنرالانو خبرې به اورېدلې اوسېږي چې 2018 کال د افغانستان دپاره د جګړې کال بللی و. ښاغلي رحیمي په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د کندهار له امنیه قمندان سره هم خبرې کړي، هغوی هم نظر دا و چې دغه موضوعات چې د بهرنیو لخوا څخه خپریږي د اندېښنې وړ دي. افغان امنیتي ځواکونه باید ډېر دې ته متوجه اوسېږي په ټوله کې افغان حکومت، تر څو د دغسې پیښو مخنیوی وشي چې راتلونکی کال واقعا په افغانستان کې د جګړې کال نه شي. نن په کومه موضوع چې زمونږ البته میلمانه به بحث ولري، نن د سلواغې شپږویشتمه نیټه ده. شوروي ځواکونه په 1350 کال کې افغانستان ته راننوتل، خو د افغانانو لا ډېر کلک مقاومت سره مخ شول چې بالاخره دوی د افغانانو د مقاومت په وړاندې ماتې وخوړله. د دغو ځواکونو وروستی سرتېری د 1386 لمریز کال په همدغې ورځې له افغانستان څخه ووت. شوروي ځواکونه افغانستان ته ننوتل او هغه جګړه یې پیل کړه چې 10 کاله د دوی په حضور کې او 21 کاله د دوی له وتلو څخه وروسته لا هم دوام لري، چې د دې جګړې پر مهال باندې ډیرو افغانانو خپل ژوند د لاسه ورکړ. یعنی په دغه جګړه کې په زرګونه افغانان ووژل شول او یا هم په زرهاو نور افغانان معیوب شول، د وجود غړي د لاسه ورکړل، چې تاسو هم شاهد یاست. اوس دغه ورځ افغان حکومت په رسمي توګه باندې یعنی د لمانځلو هېڅ یادونه نه ده کړې، خو په بېلابېلو غونډو کې نن به بېلابېلې غونډې جوړې شي، وګورو چې لوی جهادي شخصیتونه او تر څنګ هغه کسان چې دا غونډې جوړوي د دې غونډو څخه، البته د لمانځلو څخه به موخه باندې هم خبرې کوي، او تر څنګ دوی چې هغه کوم ویناوې لري نو په هغې به ریپورټونه زموږ همکاران جوړ کړي چې د ورځې په لړ کې به خپاره شي. تر لنډې دمې وروسته له موږ سره پاتې شي چې هڅه کوو د یو بل ولایت څخه هم خپل همکار د ټلیفون په کرښه ولرو، وګورو چې په نورو سیمو کې د افغانستان څه خبرې دي، بغلان کې څه خبرې دي، برېښنا موضوع بالاخره څه شوله، په ننګرهار کې د داعش پر وړاندې عملیات پیل دي، په هلمند ولایت کې هم ځینې امنیتي ستونزې شته دي. دا به بیا د خپل همکاران څخه واورو. بیا هم ستړي مشي دوستانو. فراه ولایت که تاسو چیرې سفر کړی نو تاسو معلوم دی چې فراه ولایت د افغانستان د لویو ولایتونو څخه شمیرل کیږي.
چې تقریبا تجارتی لاره هم د نیمروز سره او د افغانستان ځینو نورو سیمو سره سرحد لري. فراه ولایت کې هم ځینې وخت واړه بریدونه د وسلوالو طالبان لخوا څخه کیږي. دا چې په ټوله کې د فراه ولایت امنیتي وضعیت څنګه دی او د نوي والي په تاک سره د ښاغلي محمد اصف ننګ د تاک سره څومره تغییرات په دې ولایت کې راغلل او مثبت دي منفي دي؟ تر ډیره پرې خلک ډیری وخت ناراضه دي د دې ولایت څخه، ځکه دوی چې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی په دې ولایت کې. ځینې خلک هم رضایت لري. دا چې ټوله موضوع څه ده، زموږ همکار ښاغلی خوشحال ځلاند د ټلیفون په کرښه د فراه ولایت څخه چې زموږ خبریال دی هلته، دوی به معلومات راکړي چې بالاخره فراه ولایت امنیتي وضعیت په ټوله کې څنګه دی او د دوی لیدلی حال چې هلته ژوند کوي څه دی. همکاره سلام، سهار مو په خیر. مننه تاسو نه د فراه ولایت پر امنیتي وضعیت باندې غواړو چې معلومات واورو. راځئ وګورو فراه ولایت کې امنیتي وضعیت څنګه دی. مننه. البته فراه ولایت تاسو به معلومه چې د وروستیو کلونو کې د هېواد د افنه ولایتونه بدل شوی ده، ځکه د دې ولایت په ډېری ولسوالیو کې وسلوال پراخ شتون لري او پراخ وسلوال فعالیتونه کوي. خو هر کال د ژمی په رارسېدو سره تقریبا وسلوال بریدونه او فعالیتونه راکمېږي او همداشان چې امنیتي بجت څه ناڅه د خلکو لپاره د ډاډ وړ ده. سږ کال یې هم د ژمی په رارسېدو سره همدا اوس یعنی تاسو چې هلته امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی، ډېره د اندېښنې خبره نه ده؟ نه نه، داسې وکړه ده وسلوال شته. البته د فراه ولایت تاسو به معلومه چې لس ولسوالۍ لري، د فراه په څه ولسوالیو کې همدا اوس وسلوال شتون لري. البته کوم رپورټ د خپلو چارواکو له خولې نه د فراه ولایت په څه ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین شتون لري چې څومره د مخکې هم د البته یو میاشت مخکې سختې جګړې اوس کې دلته چارواکو د امنیت بسوط او طالبانو تر منځ. خو همدا سړه هوا چې کله راځي نو وسلوال هم څه ناڅه خپل بریدونه راکموي. وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو تر منځ کوم خاص دی چې پام وړ بریدونه نه دي رامنځته. افغانستان د امنه ولایتونو ده، همدا اوس د فراه د مرکز نه کوم کس چې په دولت پورې تړلی وي عادت اوس مخالفین دفات شوی وي، او یعنې مخالفین په د فراه په ټولو سیمو فعالیت لري. خو د فراه پنځه ولسوالۍ ساخ شتون لري او په دې باندې دلته دولت هم پوهېږي، ټول خلک پوهېږي. او لوی د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ما مخکې هم رپورټونو کې کړی ده چې همدا اوس مخالفین قرار دي، نو امنیتي ځواکونه هم قرار دي. خلک وایي چې طالبان نه په ناسته کېږي. یعنې دوی اوس امنیتي ځواکونه کوم چمتووالی نه لري د وسلوالو پر وړاندې، ځکه وسلوال غلي دي چې هوا سړه ده، امنیتي ځواکونه هم ځانونه غلي نیولي. بالکل همداسې ده. یعنې یو ډول داسې معلومېږي چې امنیتي ځواکونه دلته پایي حالت یې ځان ته غوره کړی ده، او دوی دې ته په ترتیب دي چې کله به وسلوال راځي برید پرې کوي. دا د خلکو نظر هم ده همداشان برېږي. خو وسلوال هم همدا اوس کوم خاص فعالیت نه لري، او خبره دا ده خلکو لپاره چې خلک باید همدا په همداسې وخت کې خپل ځواکونه داسې ساتي سلام صاحب، یو پوښتنه چې غواړم له تاسو څخه وکړم، که کېږي لږ خپل موقعیت هم تغییر کړئ چې د غږ مو هم په سمه توګه باندې راشي. تاسو د امنیتي ځواکونو سره خبرې کړي دي، هغوی ځواب څه دی؟ د پسرلي دپاره دوی چمتووالی لري؟ که چیرې اوضاع خرابه شي دوی واقعا د دې ظرفیتو توان ولري چې د وسلوالو پر وړاندې ودرېږي؟ البته څه موده مخکې په دې اړه د فراه والي همداشانتې د
202 د فرق لري اردو کمانډان هم د سفارت راغله او د فرامبیا کمانډان هم دا شته چې فرادې لیوا کمانډان په دې اړه مطلب ستاسو فرانس دا چې په لسله کله چې په سرلې چې بیا موږ البته د سرلې نه مخکې هم ویل موږ به خپل تصویري عملیات وکړو او تر اوسه پورې کومه پایله نه لرله کوم د مخ پاتې لیوا د کمانډان سره په دې اړه مرکه وکړه د وایي چې څل په موږ په دې پرسته پر اټو سره د سوال په خلفینو فزت باندې پراخ عملیات سره او خبره دا و چې دا عملیات په چې تیر کلونو په پرسته کې پر ځای دا چې پر پاسو ته په ځای تدا او په جهار دی او زموږ تاسو ته توبه د په خوانې دی روي موږ په دې ځای ته وي او تنور کلونو په پرسته څڅه باندې شری چې اړ دې په کوم دې نور کلونو په فصله یا وړي وو چې خو امنیتي ځواکونه هم دا ورته موږ دې هر ډول قابلیت سوال لرو دې مخالفي سره. بله مننه کو ځلان صاحب. مننه مهرباني. ترنو لیدونکو زموږ همکار خوشحال ځلان دې فراه ولایت څخه دې ټلیفون کړ خبرونه دې فراه ولایت په امنیتي وضعیت موږ سره خبرې درلودې. دوی دې څو مهم موضوعات باندې خبرې وکړلې. یوا دا چې د فراه ولایت امنیتی وضعیت ډیر هم د ډاډ وړ نه دی. د فراه ولایت په ډیرو ولسوالۍ کې اوس هم مخالفین وسلوال ځای لري، فعالیت لري او شته دي. د خلکو اندېښنه هم دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه فعلاً صرف د دفاعي حالت کې دي، یعنی دوی دې ته چمتو دي که چیرې وسلوال کوم برید کوي نو دوی به په مقابل کې درېږي. د خلکو غوښتنه وایي دا ده چې دوی د دفاعي حالت څخه ووزي او وسلوالو څخه د هغه سیمې چې پکې دوی شتون لري پاکې کړي، دوی د خپل عملیاتونه پیل کړي. دا چې جمع دی په ډېرو سیمو کې وسلوال مخالفین هم غلي دي. اوس مهمه دا ده چې کله چې دوی غلي دي افغان امنیتي ځواکونه د غلي نه کینی، دوی د دفاعي حالت کې ونه اوسیږي. خلک وایي چې دوی د هم ووزي سیمې د پاکې کې خپل عملیاتو ته د دوام ورکړي. خو دوی په خبرو کې بله موضوع چې یادونه وکړله د فراه ولایت امنیتي ځواکونو ډاډ ورکړی د فراه اوسیدونکو ته او د افغانستان نورو خلکو ته چې په فراه ولایت کې دوی کاملا خپل چمتووالی لري، کله چې هوا تودیږي دوی به پراخ عملیات د وسلوالو پر وړاندې پیلوي. هڅه کوو په دې اړه باندې موږ د فراه ولایت د ځینو امنیتي چارواکو سره هم په خپلو خپرونو کې اړیکې ولرو، دوی سره خبرې وکړو چې واقعا دوی څه لاسته راوړنې په فراه ولایت کې لري. زو د اثارو بیانن په کابل ښار کې ګورو چې د پرون په پرتله تغیرات څه دي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ او 40 پوله، انګلیسي یو پاوند 90 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 80 پوله، زر ایرانی تومنه 19 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی کلدار 15 افغانۍ. اوس محسن کریمی زموږ همکار دی، هرات په استودیو کې دی. ګورو چې د دوی میلمه څوک دی، په کومه موضوع باندې غواړي د خپل میلمه سره خبرې ولري. کریمی صاحب سلام. تشکر. سلام، صبح شما بخیر همکاران عزیز ما در استودیوی مرکز و سلام ویژه خدمت همه بیننده های عزیزی که برنامه آغاز روز را بیننده هستند. مهمان من در استودیوی هرات استاد طارق نبی، استاد دانشگاه، در مورد 26 دلو و تاثیرات خروج نیروهای شوروی سابق روسیه کنونی در افغانستان و بیشتر در حوزه غرب صحبت میکنیم. مهربانیم که گوریه. تشکر از شما. خوش آمدین آقای نوی به استدیوی هرات. در برنامه آغاز روز میخواییم بیشتر روی 26 دلو صحبت بکنیم، روزه که نیروهای شوروی سابق خارج شدن از افغانستان و بیشتر تاثیرات آن در حوزه غرب چگونه بود؟ 26 دلو چه نگاه شما به این روز چی هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما و سلام خدمت بینندگان عزیز. تشکر.
26 دلو روز تجلی عزم و اراده و مقاومت مردم افغانستان و روزی است که متعلق به همه مردم افغانستان می باشه و این روز روز به اصطلاح ثمره تلاش 10 ساله مجاهدین بلکه 13 ساله مجاهدین در برابر مشکلات و تعدی هایی که به حقوق مردم شد و برای کشور ما ظلم و ستم روا داشته شد نتیجه از او روزه. در 10 ساله که چیزی بود، 10 ساله که شوروی در افغانستان بود، باز هم جنگ های داخلی وجود داشت. چگونه گذشت 10 ساله که شوروی بود و واقعیت کارهای شد؟ یعنی البته در 10 سال حضور روس ها در افغانستان جنگ ها جنگ های مقدس بود، چون کشور از طرف روس ها عملا اشغال شده بود و همه اقشار ملت در برابر روس ها صف بستند، زن، مرد، پیر، جوان، حتی اطفال، و جانانه رزمیدند، تاریخ آفریدند. و این 10 سال شاید از پربارترین و زرینترین روزهای تاریخ افغانستان باشه. در این 10 سال مردم افغانستان مثل یک تن واحد در برابر تجاوز قرار گرفتن. در اون زمان من خرد بودم و بیاد دارم که مسائل قومی، نژادی، مذهبی قطعا مطرح نبود و مثل یک مشت واحد همه به دهن روس کوبیدن. و در این 10 سال لحظه لحظه از او روزها و حکایات و روایات که از او روزها هست همه حماسه بوده و همه خوبی بوده. و البته این 10 سال که یک دهه کم نیست تبدیل به یک فرهنگ، به یک ثقافت و بار آمدن یک نسل نوین جهادی و انقلابی داشت، به او سمت و سوروان بود که بعداً به اساس توافقات بین المللی و فشارهایی که به روسا آمد، روسها در چنین روز 27 سال پیش افغانستان ترک کردند و به تعبیر بهتر اخراج شدند. خیلی ها بر این باورند که روسها عامل اصلی خروج از اونا یک توافق بین المللی بوده و گویی که امو وظیفه که داشتن به پایان رسیده بوده و اونا برآمدن، ولی حقیقت چنین نیست. حقیقت اینه که روس ها بر اساس فشار و مقاومت مردم از افغانستان بیرون شدن و این فشار و مقاومت و جهاد محصور به یک قوم و قبیله و تنظیم و یک ولایت خاص نبوده. یعنی چه عمل کرده داشتن داخل افغانستان تا یه از 10 سال که مردم به نحو متنفر از این؟ شما خبر داریم که روس ها از کشورهای بلکه قدرتمندترین کشورهای هن. البته بعد از جنگ دوم جهانی و رفتن جهان به طرف جنگ سرد که بین شرق و غرب ایجاد شد، روزها یکی از اقطاب یا قطبین، بگم بهتر از قطبین، دو قطب مهم جهان بودن و از لحاظ تسلیحاتی هم دست بالایی داشتن. این سلاح‌ها در افغانستان با تمام بیرحمی و شراست مورد استفاده قرار گرفت. روس ها در این محیط خشن افغانستان خوب آمادگی گرفته بودند و خوب رزمیدند و از سلاح و تجهیزات که داشتند خوب استفاده کردند و حتی گاهی در مناطق از افغانستان مثل هرات دیگه نتونستند با مجاهدین تن به تن رو در رو درگیری کنند که دیدیم دست نیاز به طرف کوبا دراز کردن و شاگردان چگوارا
به اصطلاح با جنگ های پارتیزانی و چریکی خیلی ماهر بودند، خصوصا در محیط های مسطح و دور از کوه و کمر. اونا مردمان خبره بودند، مردمان جنگجوی بودند. دیدیم که از کوبا چریک ها یا شاگردان چگوارا آوردن در هرات، و در هرات جنگ هایی که کوبایی ها داشتن همه هراتی ها بیاد دارن، و واقعا مردم هرات در برابر کوبایی ها و شاگردان چگوارا اونجا قوت و نیرو و صلابت خور نشان دادن. یعنی برخورد خشن داشتن با بله مردم. بله در همین باعث شده بود که مردم متنفر بشن. در همین غرب هرات در یک روز بیش از 80 نفر در کنار سرک سر بریدن کوبایی ها و روس ها همچنین. من خوب بیاد دارم که فرهنگ بد و زشت سر بریدن از زمان روس ها بود. به دهات که وارد می شدن، دهات که مقاومت می کرد و با مردها یا زنها روبرو می شدن، اونا رو با مو برچه هایی که داشتن سر می بریدن. و البته هیچ کس در برابر توپ ها و تانک ها و هواپیما های از اونا مسئول نبود. و بعضی از شهرها، مراکز از اون شهرها که به دست حکومت وقت بود، تا حد در امان بودن. البته با هجرت که صورت گرفته بود، شهرها خالی از مردم بود و به این اساس حالت وحشت، حالت رعب و اضطراب در بین مردم بود. بنیه های اقتصادی کشور، فرهنگی، اجتماعی از هم پاشیده شده بود. و شما به می هرات که وارد می شدیم، از می دروازه ملک به اون طرف شهر اشباه بود. حتی پرندگان کمتر در اونجا به اصطلاح به پرواز می آمدن، از بس که در اونجا ترس بود، وحشت بود، دود بود، بارود بود. حتی درخت ها خشک شده بود از بس که اینا بمب استفاده کرده بودن. این دلیل چی بود؟ آینه بی که همواره جنگ بود، همواره صدای فیر بود. حتی از گذشته ها که تعریف میکنن، اگر جای کدام صدای میشد، کدام فیر میشد، او منطقه با آتش کشیده میشد. بله بله کاملا درسته. یعنی با همین عمل کرد آمده بودن داخل افغانستان. روس ها به افغانستان من حیث به اصطلاح هدف نهایی نامده بودن، من حیث یک پایگاه آمده بودن. عمق استراتژیک از اونا طوره که اهل فن میگن و اهل سیاست، آبهای گرم هند و رسیدن به منابع نفتی خلیج، این مناطق بوده. البته راه ورود از این افغانستان بوده. خب اینا به افغانستان به یک مقاومت بسیار شدید روبرو شدن و بدون شک کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران، پاکستان به خاطر منافع خود وارد از این نبرد شدند و به بعضی از مناطق افغانستان کمک های کردند که مانع آمدن روس ها به این منطقه بشه. همی بود که روس ها در افغانستان زمینگیر شدند. بیش از این که برسند به او اهداف عمق استراتژیک، در افغانستان زمینگیر شدند و درگیر یک جنگ فرسایشی خشن قوی در برابر مردم شدند و مردم هم خوب استادگی کردند. مردم حوزه غرب چه کردند از 10 سال در مقابل روس ها؟ مردم دیان هایی که به اصطلاح استطاعت داشتن هجرت کردند و نزدیکترین کشور ایران بود، و مردم که بضاعت و استطاعت نداشتن خون دل خوردن در زیر باروت و جنگ و جدل در همی شهر و همی ولایت ماندن. و اونایی هم که به اصطلاح قادر به حمل سلاح بودن، سلاح برداشتند و در هرات شروع کردن به نبرد در مقابل روس ها. ولی لایل هم در هرات، در تاریخ 10 ساله هرات، هیچ کس نمیتونه یک به اصطلاح نمونه ارائه کنه که گویی مجاهدین در بین هم زدن، در حال که تنظیم های گوناگون بود. اغلب یک تنظیم بود، ولی تنظیم های دیگر هم بودن. هیچ گاه اینا با هم درگیر نشدن و مردم هرات که گوشه از این کشوره
جانانه رز میدند و شهید دادن، معلول دادن و همی بود که روزها به خاطر حفظ مرکز شهر دست به ایجاد کمربندهای امنیتی زدند و این کمربندهای امنیتی مانع آمدن مجاهدین به شهر و مناطق عمق شهر نشد. در شمال شهر پایگاه نادیشتن نقطه 7 مشهور بود که روسا مستقر بودند. در اینجا بیاد دارم که توپخانه از اینا مستقر بود، به اصطلاح دم و دستگاه کشفی از اینا مستقر بود. میشه گفت از مسیر که اینا وارد ایراد شده بودن؟ از مسیر بله، همو دهنه کمر کلاق، همو تپه ها همه به دست روس ها بود. اگر در غرب یا جنوب شهر اینا آتش یک سگرتر میدیدن، او منطقه به اصطلاح آتش کشیده میشد. و با همی امکانات، با همی تجهیزات هرگز مانع تحرک مجاهدین نشدند و مجاهدین روزانه با اینا در نبرد بودند و نبردهای عمده در هرات صورت گرفته. برخی ها در حال حاضر به عقیده اند که روس ها برای آبادی آمده بودند، برای آمده بودند که توسعه بدن، بازسازی کنند. شما به این باور هستین یا نه؟ برخی ها میگن نه، فقط تجاوز کرده بودن و اشغال کرده بودن، افغانستان رو باید بیرون میشدن. البته هر متجاوز برای آمدن خو مبرر پیدا میکنه که هم مردم خورقانه بسازه که چون با چه از اونا رو به جنگ میاره و هم در همون منطقه که پا گذاشته در اون منطقه به اصطلاح به نحوه با مردم محیط سازگاری داشته باشه تا حدی. روس ها از این قاعده مستثنا نبودن. روس ها البته این سیاست را نتانستند به اندازه امریکایی ها با کار ببندند. سیاست از اونا خامتر بود. یعنی میگم اینا بیشتر دوام خشنتن بود. بله، روس ها خشنتر بودند و نتانستند این حکمت و این به اصطلاح سیاست فهمیه که امریکایی ها دارند اونا یا غربی ها دارند اونا داشته باشند. همی بود که وقتی که وارد شدند خشن وارد شدند در پهلوی از او، برای همو کسایی که جیره خاران از اونا بودند، زیردستان از اونا بودند، از افغان ها شرایط آماده کرده بودند بدون شک. ما بیاد دارم که کوپین بود، در کوپین شکر، روغن، حتی لباس، کفش، گوگرد و همین چیزهای ضروریات اولیه به مردم، به معلمین، به نمیفهمم کارمندان دولت ارائه می شد، داده می شد. ولی این محصور بود به یک عده خاص، همون عده که به اصطلاح استاد شده بودن با اینا و در پهلوی از اینا بودن و بدون شک خدمات ارائه می کردن. ولی از این شهر هرات پایپلاین بیاد دارم که تیر می شد، پترول، تل تیک یا هرچی که بود از تورغندی می آمد می رفت شندن برای استفاده خود، برای استفاده. ولی از این مردم هیچ بهره نمی بردن، بلکه برای ماشین جنگیه که برای انهدام مردم استفاده می شد از این پایپلاین استفاده می شد. به این اساس اونا خدمات ارائه نکردن برای مردم، بلکه مردم را بیشتر آسیب رساندن، مردم را بیشتر خونین ساختن و مردم از اونا خاطر خوش نداره هرگز. این حرکت ها با واکنش ها در مقابل چنین یک نیروی، چنین یک نیروی که آمده بود و مردم را آزار و اذیت میکرد، در کدام مناطق بیشتر محسوس بود؟ هرات هم مانند دیگر نقاط افغانستان برجسته بود؟ بله، بدون شک. هرات چون از لحاظ استراتژیک برای از اونا نقطه مهم بوده و راه ورودی از اونا بود از طرف شمال، از منطقه تورغندی، ترکمنستان و مری که اینا وارد هرات می شدن، بنابراین پایگاه های عمده در هرات اینا ایجاد کرده بودند که شیندند یک از عمده ترین پایگاه های روس ها بود. خود طبیعتا مناطق که در ماحول از این پایگاه ها قرار می گیره
بیشتر در دسترس و بیشتر این مناطق متضرر میشن. همینه که ما میبینیم که در مناطق مناطق بسیار منزلت میخواییم، مناطق ما حول از اینا که گفتم شیندن در هرات، در این مناطق مردم متضرر شدن. در خود شهر شما که ببینیم غرب هرات و جنوب غرب هرات، این مناطق بود که بیشترین ضرر دیده بودند به تناسب مناطق مثلا شرق هرات. همواره اینا زیر بمباردمان و تعدی روس ها بودند. معمولا در جریان از 10 ساله که روس ها داخل افغانستان بود، جنگ های عمده هم داشتن در مناطق مختلف. عمده ترین جنگ شوروی، نیروهای وقت شوروی با مجاهدین کدام جنگ ها بود؟ جنگ های پراکنده دیشتن و جنگ های عمده در هرات دیشتن که ای کاش یک از فرماندهان یا مجاهدین سابق می بود که به این سوال شما پاسخ می داد. و الان چی که ما از طریق سایت های روسی اطلاع دارم و اونا می آین عنوان می کنن، اینا در غرب افغانستان یک عملیات داشتن. البته عملیات های روسا در 3 سطح بوده که خود اینا میگن، یک مقیاس کوچک، یک مقیاس متوسط، یک مقیاس بزرگ. از جنگ هایی که در مقیاس بزرگ در غرب افغانستان اینا یاد میکنن و عنوان میکنن که ما چند جنگ معدود کردیم در افغانستان، عمده ترین جنگ ما در غرب افغانستان نبرد دام که اینا به نام دام نام گذاشته بودن، در سایت ها از اینا به نام عملیات دام، در 1986 اگست 1986 یا ماه اسد اواخر اسد در پایگاه کوهی کاکری واقع شده در مرز ایران. و در ای در مقیاس بزرگ وقتی که شما به ویکیپیدیای زبان روسی و روسا مراجعه میکنیم، صفحات متعدد از این جنگ نوشتن، موقعیت جغرافیایی ای پایگاه، نیروهایی که طبق گفته از اونا از دشمن در ای وجود داشته، تجهیزاتی که اینا به کار بردن، از سلاحایی که استفاده شده، از نیروی کماندویی که از قندوز و کجا بگرام آورده شده به این چتربازان که آمدن در این جنگ، و تلفاتی که روسا در این جنگ دادن، تلفات خور ارائه کردن، 2 تیاره که در این جنگ از دست دادن، تیاره آخر گفتن که در حال حاضر هنوز هم این معلومات را ارائه میدن. بله بله، یک از خوبی روزها اینه که تاریخ خور حفظ کردن و کسی که تاریخ نداره شخصیت نداره. اگر موفق بودن یا نبودن، یک از زیبایی های کارهای روزها اینه که آمدن پیروزی ها و شکست ها خور خاطره ساختند و او ضبط و ثبت کردند و حال از طریق نت ارائه میدن. یک سایت دارن به نام فرقه 101 هرات. هرات جالبه که با آتش نوشته کردن به روسی، هرات که نوشته هست با آتشه، یعنی بیانگر اینه که اینا در هرات آتش دیدن. باز در او سایت از جنگ کاکری بسیار با بزرگی یاد شده و سخوی از اونا از دست داده میشه یا سرنگون داده میشه، تلفات داشتن، بله، هلیکوپتر از اونا داده میشه، 36 کماندوی چترباز طبق گفته خود از اونا از دست میدن. و ای به عنوان عمده ترین جنگ بوده در هرات در سال 1986، اگست 1986. معمولا در این جنگ ها تلفات و خسارات جدی دیدن؟ طبیعتا اگر چنین نمی بود اونا در سایت ها خو ایر علم نمی کردن، بزرگ نمی ساختن. اینا به ابتدای صحبت خویت کردن که نیروهای وقت شوروی بر اساس یک تفاهم بین المللی بیرون شدن، هنوز هم حرف حدیث های هست که آیا واقعا مقاومت مجاهدین بود که اینا بیرون رفتن یا بحث تفاهم بین المللی بود یا دیدن که افغانستان دیگه منطقه نمیشه برای و اهداف که اونا میخواین برسن بیرون شدن، اینا به یک تفاهم آمده بودن به یک تفاهم رفتن بیرون؟ هر پدیده میتونه علل و عوامل متعدد داشته باشه، تنها نمیتونیم بر یک
پدیده یک عامله بر ایجاد یا انتهای از او ما یک عامله عنوان کنه. بدون شک روزها گرچه به اساس توافق حکومت وقت ببر کارمل وارد افغانستان شدند ولی تجاوز صریح بوده. چرا؟ چون او دولت وقت ممثل مردم نبوده، بر اساس یک انتخابات و رأی مردم به میان نماده بود، یک حکومت بود کودتایی ممثل مردم نبود. یک دوم از این که روزها با زور وارد از این کشور شدن و با زبان زور با مردم در تعامل شدن. این دو در رفتن از اونا از افغانستان گفتم عوامل متعددیه. به نظر قاصر بنده عمده ترین عامل رفتن روزها مقاومت مردم افغانستان بوده. این مقاومت اونا رو در وضعیت قرار داد تا به میز به اصطلاح مذاکره و دیپلماسی یا به کار بستن سیاست اقدام کنند. اینجا دیگه نقش سیاسیون روسیه یا شوروی وقت برجسته میشه. طبیعتاً با توافقات که با غرب انجام دادن و سازمان ملل پادرمیانی کرد و شخصیت قوی مثل دکتر نجیب در رأس بود و از به اصطلاح افراد حکام قبلی فاهمتر، سیاستمدارتر و زیرکتر بود، آمدن مسئله خروج را طرح کردن و روزها خارج شدن. گفتم عامل اصلی مقاومت مردم بود و عامل دیگر تفاهمه که در بین از اینا شد که در همین مقطع در همین زمان خروج بهتر از ماندنه. یعنی همزمان بر کل ولایت افغانستان شروع شد خروج از بله خارج شدن و این خروج یک برگ برنده بود برای نظام وقت که نجیب در رأس از او بود و برای روسها. شما میبینیم امی که روسها بیرون میشن از افغانستان به نحو مشروعیت جهاد از او کاسته میشه، چون قبلا کشور اشغال شده بود، روسا آمده بودن، روسا مردمان بودن به اصطلاح کمونیست ها بودن، ماتریالیست ها بودن که با عقاید ای محیط و ای مردم اعتنایی نداشتن، اعتقاد به او نداشتن، به نحو مردم را لحاظ احساسات در تقابل با اینا قرار داده بود. همی که روسها برآمدن این مشروعیت از جهاد افغانستان سلب شد. خب توفنگا خور بگذارین انارومی شد دیگه، روسا خور رفت، اگر به خاطر کفر جنگ میکردیم کفر خور رفت، ایت استدلال میشد. در قدم دوم بعد از این که دشمن عمده صحنه را ترک کرد، مجاهدین بیشتر مصروف زدبند های سیاسی و مسئول. حالا سوال اساسی هم همین است آقای نوی، که بعد از اینکه روس ها بیرون شدن چرا این گونه شد وضعیت؟ خب مردم راضی نیست. گفتم برگ برنده با روس ها و نظام وقت بود. با خروج باید مجاهدین قوی تر می شدن، ولی برعکس با خروج روس ها مجاهدین ضعیف شدن. چه عوامل بود؟ عوامل اولا شخصیت نجیب بود و حکومت نجیب. نجیب از ای که ضعیف می شد قوی شد. در همه هرات که شما داریم البته افراد قوی به کار گماش، از او جمله مثلا خالقیار، چی در زمان صدارت و چی در زمان که در هرات والی بود، شخصیت قوی بود، با مردم خوب ارتباط برقرار کرد، در نتیجه اعتماد سازی کرد تا حد در بین مردم و نظام وقت. در همه هرات شما در حدود 80,000 ملیشه بود، همو کسایی که مجاهد شده بودن یا در صفحه، من حال نمیخوام نام ببرم، افراد بسیار مشهور و معروف در هرات قومندان صاحبا بودن، مجاهد بودن، ولی به اساس فشارهایی که به او طرف واقع شد و چراغ سبزهایی که به این طرف ارائه شد آمدن به طرف حکمت. میشه گفت دکتر نجیب برگ برنده را گرفت؟ بله گرفت، و هرات که پر از مجاهد بود تبدیل شد به پر از ملیشه، خصوصا شرق هرات اغلب مناطق به دست ملیشه ها بود، و اینج تعداد مجاهدین از لحاظ کمی
تقلیل یافت و اللحاظ کیفی هم او مشروعیت قبلی نبود. همی بود که روز به روز مجاهدین تضعیف شدن، رهبرا به اختلافات درونی از اونا افزوده شد، در برابر مردم او مقبولیت 10 ساله زمان روزها نداشتن و در نهایت تبدیل شد به فاجعه، فاجعه که من احساس میکنم ما من حیث مردم افغانستان تا به حال او جشن پیروزی شکست روزها تا حالا نششیدیم با تأسف. و او مادر شهید یا او پدر شهید یا او فرزند شهید تا به حال لذت پیروزی نچشیده. چرا؟ چون کلانها و بزرگان درست کار نکردن. خب همون وقتا خود مجاهدین حالا بیشتر میشه گفت که پیروزی رو نه به دست آوردن، خب بین هم تفاهم نکردن، علت اصلی ای در چی بود؟ چون مجاهدین در یک طرف بودن، احتمالا دکتر نجیب در طرف دیگر بود که آمد حالا برگ برندر از اینا گرفت. ای هم میتونه عوامل متعدد داشته باشه. اولا مجاهدین در این مدت بیش از هر چیز به جنگ و زدن و کندن فکر کردن، هیچ وقت به جهاد فرهنگی فکر نکردن مگر یک عده معدود در ساحات معدود. ما کدرسازی نتونستیم بکنیم در مجالات سیاست، اقتصاد، فرهنگ. وقتی که مجاهدین آمدن وارد یک سیستم شدن، حکم داری کار آسان نیست، کم آوردن و این کم آوردن عوامل خارجی هم داشت. عوامل خارجی سناریویی که برای افغانستان چیده شده بود باید چنین می شد. یعنی تقدیر نویسانه که برای افغانستان تقدیر نوشته کرده بودند، همیشه امریکایی ها میگن که آنچه که ما تعیین میکنیم سناریو تقدیر مشهوده، یعنی تقدیر ظاهره، یعنی باید بشه. همین چیزه که ما همین سناریویی که ما برای همین سریال یا برای همین فیلم ایجاد کردیم باید اتفاق، یعنی تقدیر به نام تقدیر مشهود یا تقدیر دیده شده عنوان میکنند. یعنی پس از خروج یعنی سرخ شوروی بازم دست خارجی ها دخیل. بدون شک امریکایی ها برای افغانستان یک سناریوی طراحی کرده بودند که تا امروز دوام داره و همون اتفاق افتاد مو به مو و در مقابل ما مردم ضعیفه بودیم. چکر فقط آخرین سوال، چون وقت کم است، آقای نبی چگونه هست برداشت شما از زمانی که شوروی ها خارج شدن تا حال؟ مردم تانستن او طعم شیرین پیروزی رو بچشن؟ نه خیر، هرگز ما تا حال طعم شیرین پیروزی نچشیدیم. وقتی که ما میگم قاطبه و عامه مردم افغانستان، اگر عده به مقام و منصب رسیدن، اگر عده به نام جهاد و مجاهد دوکان باز کردند و هر از گاهی بهره برداری ها می کنند، اونا از قاطبه امت و ملت نیستند. اونا از درد و رنج و فقر و بیچارگی ملت بیچاره و ملت زجر کشیده افغانستان اصلا اطلاع ندارن، چون نبودند. یعنی اون مدیریت و کنترل از دست رفت. بدون شک. تشکر از شما. خیلی ممنون که به استودیو هرات تشریف آوردید. سپاسگزارم از شما بیننده های عزیز که آغاز روز را از استودیوی هرات دنبال کردید. همکاران ما در استودیوی مرکز خبرهای ساعت 9 را تقدیم شما میکنند و با دنبال آن برنامه آغاز روز را با همکاران ما در استودیوی مرکز باشید. سلام دوباره و به این بخش برنامه آغاز روز با من احمد شعیب صدیقی خوش آمدین. امروز 26 دل و مصادف است با روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان. سربازان اتحاد جماهیر شوروی سابق پس از 10 سال جنگ در سال 1367 خورشیدی از افغانستان عقب نشینی کردند. این جنگ میلیون ها کشته، زخمی و آواره بر جا گذاشت. شماری از فرماندهان جهادی میگویند افغانستان هنوز هم از آسیب های تجاوز شوروی سابق رنج میبرند.
با این حال فعالان سیاسی میگویند شماری از رهبران جهاد از احساسات مردم سوء استفاده کرده و آنان را وسیله رسانیدن به اهداف استخبارات کشورهای بیگانه قرار دادند. در نخست توجه کنید به گزارش در این باره، دوباره برمیگردیم. سی و هفت سال پیش در ششم جدی سال 1358 نیروهای ارتش سرخ شوروی سابق به دستور برژنف رهبر و دبیرکل حزب کمونیست وارد افغانستان شدند و پس از یک دهه اشغال در 26 دلو سال 1367 مجبور به ترک افغانستان شدند. شهروندان افغان میگویند روسها و همدستانشان از هیچ گونه ظلم و ستم بالای مردم افغانستان دریغ نکردند و میلیون ها تن را به خاک خون کشیدند. با گفته آنان خاطرات تلخ تجاوز روزها هرگز فراموش مردم افغانستان نمی شود. مدت چند سالی که روزها در داخل افغانستان شدن بسیار تای جنگ های خونین اول در درهای پنشیر بسیار زیاد آغاز کرد، بعد از او در ساحات کل افغانستان آغاز کرد و تای جنگ طولانی بسیار زیاد و شهید بیشماری در افغانستان زیاد دچار شد. در هر قصبه و قریه جات و در هر جای کشت و زراعت و گاو و گوسفند و همه چیز مورد تجاوز و حمله قرار می دادن، حمله نظامی، و یک بار مردم افغانستان حساسیت کردن در مقابل از این ویروس ها قطع علم کردن. در نقاطی که دولت بود، برخی از چهره های جهادی دلیل برخاستن مردم در مقابل رژیم وقت و اتحاد جماهیر شوروی سابق را افزایش حرکات ضد اسلامی و تحت فشار قرار دادن مردم می دانند. کمونیست ها حرکات ضد اسلامی و ضد مردمی را برای انداختند که قابل پذیرش مردم نبود. چند میلیون انسان ها را بردن و قتل رساندن، مردم ها را گرفتار کردند. بالاخره مردم باعث آمد خسته شدن از وضعیت نافرجام کمونیست ها. قیام ها اولین قیام ده هرات شد و در اکثر ولایت های افغانستان شد. بالاخره امو بود که حرکات مردم ضدشان برپا شد و دنیا اکثر کشورها اسلامی و اکثر کشورها مجاهدین افغانستان کمک کرد. بالاخره کمونیست ها و روس های زمان لیلن پرست ها به شکست مواجه شدند. و باور برخی چهره های جهادی دیگر تجاوز روس ها به افغانستان افزون به تلفات انسانی برای کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی ضربه سنگین وارد کرد که هنوز هم افغانستان از اثرات منفی آن زمان رنج میبرد. و تو تصور نمیکرد روز که ما در افغانستان میرم تو یک شکست بزرگ را متقبل میشم و پس دوباره ناکام به کشور خود میم. دیگه تلفات بی‌نهایت زیاد بود، یعنی می تلفات بود که مثالش مردم افغانستان هم از نگاه مادی هم از نگاه جانی بسیار صدمات چی زد که افغانستان هم به سالهای زیاد زیاد به حساب پس انداخت که امروز اگونه افغانستان میتونست که بسیار در سطح کشورهایی باشه که کشورهای بالا که در سطح آسیای میانه است. افغانستان پس از خروج روسا از این کشور برای سالهای طولانی طعم تلخ جنگهای داخلی را چشید و سپس با حادثه 11 سپتامبر نیروهای ابرقدرت دیگر یعنی امریکا و غرب به داخل کشور کشیده شد که تاکنون افغانستان میدان نبرد علیه تروریسم است. اما چرا چنین شد؟ ما دیدیم که مجاهدین نه تنها که توان مدیریت نداشتن، هیچ نوع برنامه اقتصادی اجتماعی برای مردم افغانستان نداشتن. هر یک از آنان به خاطر بهره‌گیری از خون و مال و جان و ناموس مردم تا دیروز با شوروی اعلان جهاد دادن، بعد دیدن بین خودم اعلان جهاد دادن و اکنون هم دیده می شود که بین خود اعلان جهاد می دهن. دیگه به این اساس مجاهدین توانمندی اداره ملکت نداشتن و اینا ابزار و وسیله بودن، اینا مواد سوخ بودن به خاطر سیاست های غرب. افغانستان در 40 سالی که حادثه را حوادث را تجربه کرده، اینجا بس منافع سرزمین مطرح نبوده، همه حوادث از برای منافع قدرت های مهم در سطح منطقه یا جهان به وجود آمده. با این حال فرماندهان جهادی در پاسخ به پرسشی که چرا بعد از خروج شوروی سابق جنگ را در افغانستان کنترل کرده نتوانستند چنین پاسخی دارند.
همین ناهمانگی بود که مجاهدین در داخل شهر کابل که آمد اما تنظیم ها روبرو شدن بدون از این که متوجه شوند که آینده ملت چی میشه و بالاخره کشور ما به کدام سرحد میرسه. همین خودخواهی های بعض کسا بود و افغانستان به طرف رسان که اعتماد اعتبار مجاهدین از دست بته. امریکایا ملل متحد آمد که شرط های ما را قبول کنه. با آقای استاد ربانی و مصاحب قهرمان پیشنهاد کرد که ظاهر خان بایس رئیس جمهورتان قبول بکنه. مجاهدین گفت که ما بدل آزادی ما را به خون دل گرفتیم و ما هیچ کمکی نکردیم، ما آزادی ما را گرفتیم، ما حکومت از خود میسازیم، ما رابط سیاسی ما با کشورها می داشته باشیم، ما یک حکومت مزدور تشکیل نمی کنیم. بالاخره امریکایی ها و انگلیس ها به می عقیده شدند بدر که بدر طالب بیارن در روی صحنه که تا فعلا اکمالات طالب و داعش عدس امریکایی و انگلیس افغانستان روان است و افغانستان سیاست دوگانه را روان کردند. با آنکه پس از خروج نیروهای نظامی ارتش سرخ شوروی سابق از افغانستان رهبری حکومت را دکتر نجیب الله هنوز هم به عهده داشت، اما وضعیت حکومت دکتر نجیب الله در کابل نظر به افزایش بحران سیاسی در اتحاد شوروی که در سال 1991 صدور مواد سوخت و مواد غذایی را به رژیم کابل قطع کرد وخیم‌تر شده رفت. سه ماه بعد از تاریخ فروپاشی رسمی اتحاد جماهیر شوروی در اپریل سال 1992 حکومت دکتر نجیب الله سقوط نمود و اداره حکومت به دست مجاهدین افتاد. نجیب الله رئیس جمهور اسبق افغانستان بعد از رسیدن مجاهدین به قدرت در کابل در سال 1992 به نمایندگی سازمان ملل متحد پناه برد و در سایه دفتر این سازمان به سر می برد. بعد از ورود طالبان به کابل دکتر نجیب الله و برادرش شاپور احمدزی رئیس اسبق اداره امنیت دولت وقت در مرکز شهر کابل در نزدیکی کاخ ارک مقر ریاست جمهوری به دار آویخته شدند. آمارها نشان می‌دهد که شوروی سابق پس از تجاوز به افغانستان از سال 1979 تا سال 1989 14453 سربازش را از دست داده است. در دوره اشغال 10 ساله افغانستان نیز به ویرانه مبدل شد. بیش از 1 میلیون افغان کشته، صدها هزار تن معلول و میلیون‌ها تن دیگر مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه و سایر ممالک شدند. در کنار این تلفات انسانی، افغانستان بخشی از زیربناهای اقتصادی و سیاسی خود را نیز از دست داد. خسارات اقتصادی وارد شده بر افغانستان پس از تجاوز شوروی حدود 200 میلیارد دلار تخمین شده است. 27 سال پیش از امروز مردم افغانستان توانستند اتحاد جماهیر شوروی سابق بزرگترین ابرقدرت زمان را از این کشور بیرون کنند. بسیاری ها دلیل این پیروزی را اتحاد و یکپارچگی مردم افغانستان می دانند. اما پرسش اصلی اینجاست که چرا بعد از گذشت 27 سال هنوز هم جنگ دامنگیر مردم افغانستان بوده و تا هنوز مردم نتوانستن طعم استقلالیت را بچشن. نوید بهار، آریانا نیوز، کابل. بازم خوش آمدین. این بخش برنامه آغاز روز را اختصاص دادیم برای بحث بیشتر در همین مورد و مهمانان من آقای جمال ناصر اصولی تحلیلگر مسائل سیاسی و آقای فرهاد صدیقی عضو مجلس نمایندگان. مهمانان گرامی خیلی خوش آمدین. میخوایم بحث با شما آغاز بکنم آقای صدیقی، اگر در ابتدا یک مکس داشته باشین در مورد چگونگی حضور یک دهه ارتش شوروی سابق در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما، به میهمان عزیز برنامه و بینندگان تلویزیون شما. روسا در دهه آخری که بر افغانستان آمدند، گرچه که در او زمان ما صنف دو یا سه مکتب بودیم، در او زمان مردم افغانستان یکانه چیزی که تا همین لحظه که با شما صحبت میکنیم هیچ وقت بیگانه های رو و کسایی رو که با وطنشان تعرض کنن یا متجاوز باشن تجاوز بکنن اونا رو نمیپذیرن و در او وقت کل افغانستان وحدت ملی هم دارن، نه موضوع پشتون میباشه و نه تاجکی نه ازبکی، همه یک جا میباشن. روسا در او وقت در افغانستان حمله کردن، آمدن توسط حکومت وقت یا توسط ببرک کارمل رئیس جمهور وقت افغانستان. زمانی که در افغانستان آمدن، روسا به او قدر به فرهنگ افغانستان یا بر مردم افغانستان، فرهنگ مردم افغانستان آشنایی هم نداشتن، بلدیت هم نداشتن. مردم افغانستان مردم بسیار متدین و همیشه
کسایی هستن که از دین دفاع کردن. اینا زمانی که روسا آمدن به عنوان از اینکه کفر دهی وطن آمده و کفر آمدن حمله کردن، در مقابلشان در او وقت بسیج شد مردم و مردم قیام ها را آغاز کردن. نه تنها قیام هایی که با تبر و با داس و با تفنگ های بسیار عادی شکاری که چرایی بود، با وقت بسیج شدن، بالاخره مردم افغانستان وحدت کردن، روسا شکست کردن از افغانستان. تشکر. آقای اصولی، با باور شما چگونگی حضور یک دهه ارتش شوروی سابق در افغانستان چگونه بود؟ شما اون اوضاع را چگونه تحلیل میکنید؟ دلیو بخون که خدای پنامه جناب وکیل صاحب تا تاسو تاو دی تلویزیون قدرمن لیدون تا سلامونه ورانده کم. زما پند کله چې روسان افغانستان تراغل او یرغلی وکړ د افغانستان خاورې لاندې کړم، دغه وخت نه ډیر وخت کلونه مخکې د افغانستان ځینې جهادي رهبران پاکستان ته تللي وو، د آی اس آی د روزنې لاندې وو، د دې دپاره چې د وخت د حکومت چې داود خان حکومت و د هغې په وړاندې جهاد اعلان کړي همداسې وم شول. د داود خان د حکومت پر وړاندې جهاد اعلان کړ، یوه پیښه یا عملیات چې دوی اولین عملیات وکړل په پنجشیر او په پکتیکا او په لغمان کې وکړل، دا هغه وخت و چې 350 کال و. په 350 کال کې خو نه روسان موجود و، نه کمونستان موجود و، هیڅوک هم نه و. دوی په هغه وخت کې د ایسای غیږې ته ځانونه ور اچولي او ځانونه پرې خرڅ کړي وو. دا یوه مسله وه. کله چې کمونستان یا روس پلوه حکومت چې په هغه وخت کې قدرت ته ورسېده، روسان داسې نه وو چې د ځینې افغانانو په غوښتنه راغلي وو. روسان ابر قدرت وو، دوی په خپله راغلل افغانستان لاندې کړو، یعنی ځینې کړۍ د افغانانو به هم ورسره وي، یوه جنا یا بله جنا به حتما ورسره وي. د دوی سره هم تاسو ولیدل چې خپله ببره کرمل یې د ټانک په سر باندې راوستم، د افغانستان د ارګ په تخت باندې کینو، یعنی هغه جنایات وو چې وشول. په اوایلو کې هم کله چې روس پلوي حکومت یا د خلق ډیموکراټیک ګوند وویو، چون دوی ځوانانو ډېر اشتباهګانې وکړې، پاکستان ته یې فرصت په لاس ورکړ چې پاکستان د مجاهدینو څخه ګټه واخلي او د دوی په مقابل کې یا د خاورې په مقابل کې وجنګوي. خلخیان او پرچمیان جیګ شول، په لمانځه باندې خلک راونیول، لمانځه ته یې نه پرېښودل، هغه به یې ژوندي ورک کړل، ژوندي به یې د خاورو لاندې کړل. یعنې دا هغه څه وو چې د روس کې جیبې ورته ویل او په یو نه یو ډول هغه ټریننګ کړي وو. بله خوا بیا څه کول، بله خوا په هماغه ډول د دوی سره روان وو. دلته ایسای و سی آی و د انګلیس استخبارات، د چین استخبارات، ورته د عربو پیسې او وسلې، یعنی دا هر څه وو چې د هغوی څخه استفاده کېده په هغې کې. که دې خوا خلقیانو دغه عمل اجرا کوو، مجاهدینو هم همدغه عمل اجرا کوو. هلته علت یې څه وو؟ علت یې دا وو چې دواړه خواوې د پردیو په غېږې کې وو. سمه ده، دلته روسان راغلل افغانستان ته، شورویان راغلل افغانستان یې لاندې کړ، د دوی په ضد باندې جهاد او پاڅون راپورته شو. مګر دا پاڅون څنګه په څه ډول وو؟ دا هم د پردیو د ګټې دپاره دغه کار کېده. ولې د پردیو د ګټې دپاره؟ زموږ ګټه دا وه چې روسان د افغانستان وځي، د پاکستان ګټه دا وه چې افغانستان وسوځېږي، لکه څنګه چې د دوی رهبران وویل چې کابل باید په اور کې وسوځېږي، لکه څنګه چې د دوی رهبران وویل چې زه غواړم چې په راتلونکي څو اونیو کې د کابل په پلخشتي کې لمونځ ادا کړم. دا فرصت چا په لاس ورکړ؟ همدغه خلقیانو، پرچمیانو، همدغه مجاهدینو. یعنی دواړه تورنې نه دي، دواړه تورنې نه دي. یو که وطن خرڅ کړه په شوروي باندې، بل لاړو وطن یې راته خرڅ کړه په پاکستان او په سی آی ای. همدا اوس موږ تاسو عمله نه وینو. مشکل دلته دا هغه دی چې موږ وطن پرست نه یو، یوازې چیغې وو. یوه برخه خلک هم راجیک شي، وایي چې موږ وطن پرست یو، د وطن دپاره موږ انقلاب وکړو. مګر داسې نه یي د کجیبې باندې وطن خرڅ کړی وي. بله ډله راجیک شي د اسلام او د وطن د نارو لاندې، وطن په پاکستان او په سی آی ای او په نورې خرڅ کړي. مشکل زموږ دغه دی چې په موږ کې مشکل دی. اوس هم جنگ چې روان دی، اوس هم جګړه چې روانه ده، اوس هم کرا شوي یو لکه پخوا چې کرا شوي دي.
د شوروي په وخت کې خلخیان او پرچمیان کرا شول د وطن پر ضد استفاده ترې وشوه. مجاهدین نو څخه پاکستان او سی آی او انګریزانو استفاده وکړه تر څو چې وطن پیړنګ کې او کرا شوی وو. اوس طالبان کرا شوي دي په هماغه ډول باندې. تاریخ تکرارېږي، هغه وخت روسانو مجاهدین تښتېدلي ورته، اوس امریکایان دي طالبان تښتېدلي ورته، هماغه تاریخ تکرار دی. اوس که څوک وایي چې نه وخت هغه وخت په بل ډول اوس په بل ډول دی، هیڅ تفاوت نه لري. تفاوت یې په یو ډول دی، هغه هم کرا شوي دي، دغه هم کرا شوي دي. کراتوب فرق لري دلته. که زموږ مجاهدین وطن پرست وای نو دوی به یو کار کړی وای، جهاد به یې د حکومت سره کړی وای، نه د پل سره، د پلچک سره، د مکتب سره، د ښوونځي سره، د کلینیک سره. که زموږ د وخت کمونستان وطن پرست وای خو اکلی به یې نه بمبارولی، د مجاهدینو سره به یې خپله جګړه کولی. که زموږ طالبان اوس وطن پرست وای دوی به پل و پلچک موږ ته نه الوزولی چې د خیرات په پیسو جوړ کړي. که زموږ دولت اوس وطن پرست دی اوس به په ډیرو سیمو کې کلی نه بمبار کوي، د طالبانو سره به او د دای سره به کار لري. یعنی دا د وطن پرستۍ موضوع دلته اصلا نشته، دی پاک نشته دی. څوک موږ د پردیو استخباراتو د لاسالیو چې په څه ډول هم پر مخ وړي. ګوره یوه پوکم پکې وکړو، وایي په یو وخت کې د یو سړي زوی لوټې خوړې، خاوره یې خوړه. ملا ته ورغلل او ورته وی ویل چې زما زوی لوټې خوري، خاوري خوري. یو دم ورته وکه، هغې چې دم ورته وکه څو ورځې وروسته یې د سړی ولیدو، وایي فلانی دغه زوی دې څنګه شو جوړ شو کنه. هغې ورته وویل، وایي ملا صاحب مخکې د دمه یې ویل خاورې خوړې، ویل اوس یې د ګندګیو په خوړلو شروع کړی. کمونستانو خاورې خوړې، وروسته بیخي بیخي په بل ډول شوه. د هغې نه هره ډله چې بیا د هغې پر شا راځي هغه بیا په بل ډول شي. ګورئ جهاد د روسانو د وتلو پورې وو. کله چې روسان په افغانستان کې وو، روسان چې د افغانستان ووته کوم جهاد وو؟ وروسته د هغې نه جهاد بدنام شو. اوس چې عام ولس ته ووایه چې جهادي قمندان دی، هغه څه فکر کوي؟ قطولتري غال د پردیو په وینو باندې مړ شوی، د بلډنګو خاوند په زور د خلکو څخه کورونه نیولي، چپاولګر، یعنی یو وحشتناک انسان وی چې خلق دغه دغه دا فکر کوي چې دا د قومندان یعنی څه. تا جهاد د روسانو د وتلو پورې جهاد وو، د هغې نه وروسته چور او چپول وو. موږ تاسو ولیدل په همدې کابل کې، موږ تاسو اوسېدو، څلور شپېته زره خلک یې دا کابلیان مړه کړل، شهیدان یې کړل. چا شهیدان کړل؟ همدې مجاهدینو شهیدان کړل. که څوک وایي چې زه پاک یم، یو ورته وایي چې هغه امیر صاحب دی خو بل قاتل دی. ګلبدین مسعود هغه وخت کې چې مزاری و، په څنګ کې استاد سیاف و، هر څوک چې ټولې ډلې یو سره ټولې ډلې، دا ټولې په دې جنګ کې ښکېل وي. دا ټولې ډلې د دوی د غېږې راوتلې وي او دوی دغه جنګ په خلکو تحمیل کړی و. دوی دا خلک مړه کړي، دوی شهیدان کړي، دوی باید ځواب ووایي. دوی کابل کنډواله کړ د چا دپاره؟ د هغه د عیسای د جنرالانو دپاره چې ویلې چې کابل باید وسوځي. زما په نظر اوس د دغه وخت دی چې په همدغه مسایلو پسې ونه ګرځو چې چا او څنګه کابل کنډواله شو، څنګه وطن ویران شو، څنګه ړنګ شو، ځکه دا نور مسایل راپیښوي، نور ستونزې رازیږوي. د دې دپاره چې موږ یو وحدت ته اوسو، ملي یووالی په منځ کې د ټولو اخوامو، د ټولو احزابو او د ټولو ورونو قومونو، باید د دې مسایلو څخه اوس تیر شو په فعلي مسایلو کې، تر څو چې موږ په دا استراري حالت کې چې افغانستان اوس قرار لري، اوس هم په جنګ کې یو، چې د دې حالت اوځو، اقلا دومره وکوو چې هماغه د برق پایې چې دي هغه خو راته پرېږدي، هغه خو راڅخه ونه ولي، هغه هم د خیرات پیسو موږ جوړې کړي. تشکر آقای صدیقی. اگر یک مکس داشته باشین در مورد دیدگاه های حکومت های وقت در زمان حضور ارتش سابق شوروی در افغانستان و همچنان دیدگاه و دورنماهای مجاهدین، بیشتر فکر میکنین که چه نوع دیدگاه های داشتن در اون زمان؟ در اون زمان عامل اصلی و بدبختی افغانستان از زمان خلقی ها و پرچمی ها آغاز از این زمان بود. از این زمان که آغاز شد، اینا باید زمانی که به قدرت رسیده بودن یا کودتا کرده بودن، به هر شکلی که بود، با
شاید به صدها هزار نفر اینا هم از بین بردن، وحشت در افغانستان آوردن. کسایی از که بهترین استادای پهنتون ما، بهترین کادرای وطن فعلا فراری داریم از دوران کمونیستا با آمریکا و با انگلیس و با بعض جاهای دیگه، گیر شاهد از تاریخی وطن میگه و کسایی که دا ایسایی بوده مربوط با ایسایی شده، این هم بر تاریخ ثابت است. مردم افغانستان اینطور نیست که ما خاموش باشیم، خاموش باشن و یاداشت نداشته باشن. همه چیز یاداشت است، برای شرایط فعلی ایجاب نمیکنه که او دانشمند یا او تاریخ نویس بکشه این موضوع را که اصلا مشکل در کجا بود. ما فکر میکنم که ما مشکل اساسی ما در اینجا است که خود ما افغان ها باید جنگای تحمیلی در هر جا و در هر کشور هیچ امکان نداره که نیامده باشه. پاکستانی ها ما در وقت اونقدر توانمندی هم نداشتن، همین پول امریکا بود که توسط پاکستان، پول عرب ها بود که توسط پاکستان برای مجاهدین کمک کردن. مجاهدین چون مردم افغانستان هم میفهمیدن احساساتشان که در مقابل کسایی که به دینشان مداخله بکنه، به ناموسشان مداخله بکنه، مردم افغانستان در این دو چیز بسیار حساس هستن. بالاخره از طریق پاکستانی ها توانستن که ما را امریکایی ها، عرب ها در افغانستان علیه روس ها یا علیه از اینا بجنگانن. و ما در او زمان و در او اصل مردم افغانستان به او حدی هم نبود که سیاست ها بفهمه. این افتخار میدانیم که واقعا جهاد روس ها شکست کرد، خط برلین از بین رفت، آلمان و شرق و غرب یک جا شد و آسیای میانه آزادی خود گرفت، ازبکستان گرفت، جایی بود گرفتن. میگذاریم برمیگردیم به حال بعد از مجاهدین. مجاهدین در زمانی که در کابل آمدن قدرت گرفتن باید وحدت ملی خود میداشتن، حفظ میکردن. امی شما ببینید چرا نتونستن که حفظ کنن؟ بیشتر دل در چه میخوایم امیر بگم؟ شما ببینین اگر حزب اسلامی بود، جمعیت اسلامی بود، اتحاد اسلامی بود، وحدت اسلامی بود، به احزاب مختلف حرکت اسلامی به نام این آن هر چیزی که بودن، همه ایشان کلشان مسلمان هستیم، زیر یک چتر قرآن هم میپذیریم، کلمه حضرت محمد هم بکنه ما میخوانیم. اما متاسفانه جنگ هم جنگ بیمفهوم، جنگ ها جنگ های تحمیلی، همه نوکرای مردم پاکستان قایسای در مقابل ملت بیچاره آواره همه تلف شد، کشته شدن، از بین رفتن. یگانه دوره که واقعا از افغانستان دفاع شد، وحدت ملی بود، ما ای را به صراحت میگم، به افتخار میگم، دوران مقاومت بود که شما دیدین که 90% خاک افغانستان پاکستانی ها و آیسای گرفته بود، آمد توسط طالبا و تمویل شد. مگم دمی دوره همین مردم بود، همین مجاهدین بود که وحدت ملی خود حفظ کردن و در وحدت ملی یکجا شدن. از افغانستان 10% افغانستان به دستشان بود، مقاومت کردن تا که افغانستان را این دوره واقعا دوره جهاد بگیم، دوره مقاومت بگیم، افغانستان آزاد ساختن. بعد از ایش مجاهدین زمانی که در داخل کابل آمدیم، ما خود ما زمینه را برای مساعد ساختیم، برای آمدن امریکایی، برای آمدن برطانیوی، برای آمدن جرمنی، از هر کشوری که جامد ما خود ما این زمینه را برش مساعد ساختیم. از فقط یکی به دیگه خود تخریب کردیم، یکی دیگه را توطئه کردیم و خوش نبودیم که هیچ کس باشه که در شرایط فعلی و همی اکنونی که امرایتان صحبت میکنم، شما میبینیم که همه ما تحت تاثیر کشورهای بیگانه رفتیم، تحت تاثیر کشور استخبارات پاکستان هستیم. ما به عنوان یک افغان، ما به عنوان یک شهروندی کشور، هیچ کس نمیتونه که ما را بگه سلب تابعیت کنه. و یک دفعه دیگه که یک کسی که از قلعه های دور افغانستان هست، هیچ کس نمیتونیم سلب تابعیتش کنیم. ما را فعلا دوچار مرض و بگویم گرفتار تعویض قومی کردن، قوم پارچه پارچه کردن افغانستان، یکی را از هم پاشاندن، او را او طرف بردن، او را طرف بردن. حالا پیشنهاد ما ای است برای مجاهدین افغانستانی، پیشنهاد ما است که اگر مجاهدین افغانستان واقعا وحدت ملی خود حفظ بکنن و او کسایی هم که بلند منزل ها را داشتن، اونا امی فعلا هم به صحنه حاضر هستند، در بعضی بحث های سیاسی، در بعضی موضوع تصمیم گیری های مملکت اونا اول هستند. مگم کسایی که واقعا جهاد کردن و از دین دفاع کردن، از ناموسی وطن دفاع کردن، از جغرافی های کشور دفاع کردن، نه پشت بلند منزل کشتن، نه خانه، فقط در خانه های خود نشستن. دوباره برمیگردیم، وقفه کوتاه داریم و دوباره برمیگردیم، همراه من باشید.
دوباره خوش آمدین. ادامه بحثمان در مورد امروز 26 دل و مصادف است با روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان و مهمانان من آقای جمال ناصر اصولی تحلیلگر مسائل سیاسی و آقای فرهاد صدیقی عضو مجلس نمایندگان. خب در ادامه بحثمان آقای اصولی اگر به این بپردازیم که دلیل این که پس از این که نیروهای شوروی سابق از افغانستان خارج میشه ولی جنگ به صورت درست کنترل نمیشه، فکر میکنین که کدام دلایل باعث از این شد تا جنگ درست کنترل نشه؟ بیشتر از آگاهان به این باور هستند که از عدم هماهنگی چنین چیزی ناشی شد. دلایل شما در این مورد چی است؟ هدف شما جنگ بعد از او که روسا بر آمدن. بله بله. دست مسئله و کله چې روسان د افغانستان څخه ووتل، د وخت حکومت او د وخت جمهور رئیس په دې پوهېده چې افغانستان به څو کلونو وروسته د افغانستان حکومت سقوط کوي. علت به یې دا و چې په هغه وخت کې د مجاهدینو لخوا جګړې ډېر شدت موندلی و، په لویه پیمانه په ډېرو ولایاتو په ټولو ولایاتو کې جګړې وې. روسان په دې پوه شول چې موږ په افغانستان کې ماتې وخوړه، دوی د افغانستان څخه ووتل. کله چې د افغانستان څخه روسان ووتل، حکومت یوازې پرېښودو. روسان په افغانستان یرغل وکړ. کرا شو د دوی تاریخ ته چې د افغانستان د حکومت د حکومتونو سره دوی پخوا څه کړي. په همدې موضوع غواړم لږ مکس ولرم. کله چې د امیر شېر علي خان وخت و، اخوا د انګریزانو سره جګړې روانې وې، امیر شېر علي خان د روسانو څخه کومک وغوښته. په هغه وخت کې روسانو ورسره وعده او ژمنه وکړه چې موږ به تاسو سره کومک کوو. خو برعکس، کله چې مزار ته لاړو بلخ ته، د وخت د حکومت سره یې خبرې وکړې او امیر شېر علي خان ناهیلی شو د دوی څخه. کومک او ژمنه چې کومه چې کړې وه، هغسې مرسته یې ونه کړه. بینان هملته یې زړه ودرېدو او په بلخ کې وفات شو. یعنی مطلب می د روسانو د وفا او نه وفا ده. روسان وفادار خلک نه دي. د تاریخ په اوږدو کې هر ځای سره چې دوی د هر هیواد سره دوی چې د ملګرتی لاس ورکړی، وفاداری ورسره نه ده کړې. د عراق سره یې همدغسې وکړل، د ډېرو نورو هیوادونو سره یې په همدې ډول دوی وفادار پاتې نه شول. راځو د افغانستان د وخت د حکومت موضوعاتو ته. دا و چې کله چې روسان ماتیږي، نو د وخت د حکومت خو کمزوری و، هغې نشو کولی چې په یوازې ځان باندې دوی د مجاهدینو سره وجنګیږي. چون د افغانستان مجاهدین ګوریلهیي جنګونه کول، او ګوریلهیي جنګونه باعث د دې شول چې د افغانستان حکومت ته سقوط ورکړي. یوه مسله دا هم وه. دوهمه مسله د وخت د حکومت د خپله د خلقي او د پرچمي په نوم باندې د دوی په منځ کې مسایل راجیګ شول، چې یو طرف ته د کودتا نوم ورکړل شو او خلقیان یې د ځان څخه وشړل. ډاکټر صاحب نجیب په داسې ډلو باندې اتکا وکړه چې اصلا باید هغه اتکا یې نه وای کړی. د لاس جیک د هغه خلکو څخه چې کار یې ترې اخیسته، راغی په جنرال دوستم باندې لاس واچو، د هغې ملګرتیا یې واخیسته. او همدغه جنرال دوستم و چې ده ته یې سقوط ورکړ، دا یې میدان هوایي ته پرېنښودو. او په آخر کې ایسای راغله، هغه د جنرال ډاکټر صاحب نجیب په شهادت ورسوه. دا زموږ جمهور رئیس و د وخت، دا که کافر و او که نه و کافر، دا زما کار و. مګر ایسای ولې راځي زما جمهور رئیس راته وژني؟ لکه څنګه چې امین یې راته ووژه. امین هم روسان راغلل، امین یې په خپل ار کې راته ووژه، په افغانستان کې راته ووژه، په پلازمینه کې راته ووژه. په همدې ډول اجمل خټک یوه مسله ویله، وایي زه چې لاړم دا هغه وخت و چې نوی انقلاب راغلی و، ترکی په واک کې و. وایي زه لاړم، یو افغان شپونکی و په میرانشاه خوا او شا کې ګرځېده، ویل مېږې ورسره وې، دغه یې پیولې. وایي ما ورته وویل چې بچو دلته راشه، دغه یو سلګون واخله، ترکی خو کافر شوی دی، هغې ته زیاړه یو کنزا وکړه. وایي ما د ده روحیات کتل چې دی څه کوي. وایي د شپونکي د سلګون نه واخیسته چې دا خبره یې واورېده چې زیاړه او سپکه ورته ووایه. وایي د سلګون یې بېرته راکړه، راته وویل چې کاکا زه غریبم یم، که ترکي کافر یې زما کافر به یي، په تا یې څه، که زه غریب یم نو بې غیرته نه یم. دغه سلګون یې ویل بېرته ورکړه. اصلا دا د غیرت مسله هم دلته موجوده ده. افغانان غیرتي خلک دي. په ټولو هغه سوپر پاورونو چې افغانستان ته دلته راغلي دي، په هغې وردنګلي دي او هغه یې د پښو غورځولي دي. د جهاد په وخت کې هم همدغسې وشو، د هغې نه مخکې د انګلیس په وخت کې هم همدغسې وشو، چې حتی په هغه وخت کې موږ تاسو ټوپک نه درلودل.
پتورو او لارونو پدیشانو به جنگ ور سره کو تاسو لیدل چې ډاکټر برایدن چې اوازی ګډ او مات د کابل څخه دغه ته ورسیدو جلال آباد ته ورسیدو یواز دای ژوندۍ پات شو په زرګونو قوای الته دلا سوار کړه په ډول ډول مسایل د مغولو په وخت کې هم همداسې وشو د عربو په وخت کې هم همداسې وشو دلته د نادر افشار په وخت کې هم همداسې وشو یعنی د افغانستان تاریخ موږ چې وڅېړو موږ پردی لاس په خپل سر نه منو خو یو خبره دلته ده چې موږ همیشه څه کړي د پردیو دپاره م خپل هیواد ړنګ کړی موږ جهاد کړی موږ ازادي اخیستې ده خپل هیواد هم د پردیو د ګټو دپاره لیلام کړی په عرب هم خرڅ کړی په پاکستان هم خرڅ کړی په مسکو هم خرڅ کړی په واشنگټن هم خرڅ کړی په انګلستان هم خرڅ کړی دې ته ورته مسایل نور موږ یوازینی هغه غیرتی خلک یو چې وطن پرست نه یو زموږ وطن پرستی تر دې حده ده چې $1500 ورکې خپل پل درته والوزوي مګر برعکس تاسو لاړ شئ یو پنجابي ته کروڑاو پیسې ورکه ورته ووایه چې خپل ښوونځی والوزوه پنجابی دا کار نه کوي ایرانی دا کار نه کوي مګر افغان یې ډېر زر کوي موږ تاسو ولیدل د جهاد په وخت کې پلونه والوزول شول سرکونه والوزول شول لمنځه لاړل ښوونځي وسوځېدل جوماتونه حتی وسوځېدل د دواړو لخوا اوس هم هماغه مسله روانه ده اوس هم د برق پای الوزول کېږي د جهاد په وخت کې هم والوزول شوې ما یوه ویډیو لیدله بمونه او بارود به ور لاندې کړل د سروبي همدغه پایې الوزولې چا کول ده مجاهدینو کول مجاهدینو ته چا ویل چې داسې کار وکړه ایسای ورته ویل امریکا ورته ویل اوس طالبان ته څوک وایي اوس هم هماغه خلک دي هغه ورته وایي اوس هم موږ عبرت نه اخلو د دې څخه چې جهاد که فرض وي نو د حکومت سره فرض دی د اشخاصو د افرادو سره فرض دی جهاد د برق سره نه دی فرض تشکر جهاد د پله سره نه دی فرض تشکر آقای صدیقی زمانی که روسا از افغانستان خارج میشن در او زمان همچنان رهبری حکومت دکتر نجیب الله بر عهده می داشته باشه و پس از آن وضعیت حکومت رو به مخامت میگرایه فکر میکنین که بیشتر دلایلی که باعث ازی شد تا حکومت دکتر نجیب الله رو به مخامت گشود فکر میکنین بیشتر کدام دلایل باعث شد باز برمیگردیم بر خود افغان ها امروز ما شما ببینیم زمانی که دکتر نجیب الله روسا برامدن توانمندی و دفاع ایران نشان داد بر دنیا که من از افغانستان دفاع میکنم و میتونم توسط همین قوای مسلح که در او زمان خودش میگفت 500,000 مسلح دارم میتونم دفاع بکنم اما چون جنگ تحمیلی بود و یک پاکستان بسیار شدید کار میکرد سر این موضوع و پاکستانیان نمیخواستن که در افغانستان سر باشه مثل تو خدا بخشیش دکتر نجیب امثال هم هر آن کسی که از استقلالیت و از تمامیت کشور دفاع میکرد پاکستان راضی نبودن که زنده باشه مثل احمد شاه مسعود شهید ساختن به این معنای مختلف دکتر نجیب آمدن به چارای آریانا بدار آویختن در شرایط فعلی هیچ کس ما تا زمانی که خود افغان های وطن دوست نداشته باشند و وطنی که وطن به عنوان مادر است مادر وطن مگم از این که ما خود ما دفاع نکنیم امروز پای برق پاکستانی نامده که ما بگویم پاکستانی میزندش امروز پاکستانی نامده که پلچک ما را بپرانه اما پول برای ما میده از طریق پول ای پای برق هم زده میشه مردم امو دوره دکتر نجیب و امو دوره کمونستا دوره امی روزی که برآمدن روسا از افغانستان که امی روز افغانستان مردم کابل بیچاره همه از بینانی مردن قطار نانوایی مردن اما امروز هم باز هم امو روز میخواستن که تجلیل بکنن که اینا پای برق زدن کابل بی برق ساختن مردم بیچاره افغانستان اقتصاد ما فعلا اقتصاد نداریم مشکلات زیاد است جوانای ما رو به فرار است جوانایی که تحصیل کردیم زمینه کار برشان نیست همه تحت تاثیر هم یک گپ فقط ما رو مرض قومی گرفته نمیخوایم و حکومت هم رئیس جمهور اگر بخواد کار بکنه
چهار کسایی هستند که ماسریش کردن، البته به عنوان ستون پنجم که واقعا ستون پنجم است در حکومت وحدت ملی، و رئیس اجرایه را هم همونطور حلقه کردن، نمیخواین که یا نمیمانند کار بکنن و یا هم تحت تاثیر کشورهای بیرونی میرن، هر دقیقه ذهنشان را مخشوش میسازن. بر افغانستان من فکر میکنم که کسایی که خدمتگزار بودن اونا از بین رفتن و کشته شدن. حال پیشنهاد برای مجاهدینی است که همین مجاهدینی که در مقابل روسا استاد شدن، روسا را شکست دادن، اگر حال واقعا بخواین به نام اسلام و به نام مجاهدین دفاع بکنن، باید افغانستان همه ایشان وحدت ملی را یک جا بکنن، دفاع کنن از افغانستان به عنوان داعش، به عنوان طالب، به عنوان اینان، برای کشورهای بیرون وقت نتن، از توطئه و گپا بگذرن. به خاطر امی ملت و به خاطر خدا که به خاطر خدا برآمدین جهاد میکنن، به خاطر رضای خدا از این مردم دفاع بکنن و افغانستان از این جنگای خانمانسوز و از این جنگای که ما در شعله‌هایش می‌سوزیم نجات بدن. بله. در غیر از این امکان ندارد. حالا اگر بگوین که دستاوردی که برای افغانستان از خروج شوروی وقت از افغانستان به دست میاد چه ها میتونه باشه؟ دستاورد ما فقط امی است که ما بر دنیا و یا بر مردم میگیم که ما جهاد کردیم. دستاورد ما امی است که افتخار میکنیم روسا را کشیدیم، آسیای میانه را آزاد ساختیم، آلمان و شرق و غرب یک جا شدیم. اما دستاورده که ما باید بگیم برای خود ما داشتیم، برای مردم افغانستان داشتیم، چی دستاورد داریم؟ ما فکر میکنم که دستاورد نداریم. مردم افغانستان کاملا از عذاب سیاسی خسته است. یک ایده که عذاب سیاسی که یک جا میشن و یک چیزی نمیسازن، یا هم کسایی هستن که به وطن دلسوز نیستن، میرن در کنار از اونا استاد میشن. من فکر میکنم ما دستاوردی که برای مردم افغانستان برای فعلا داشته باشیم هیچ دستاورد نداریم جز بدبختی و چی بگویم یک دوره تلخ برای مردم افغانستان. تشکر. آقای اصولی، شماری از آگاهان سیاسی به این باور هستند که اگر تجاوز شوروی وقت بر افغانستان صورت نمی گرفت، در اون زمان فرصت هایی برای افغانستان بود جهت پیشرفتش. فکر میکنید که آیا واقعا چنین بود و اگر واقعا فرصت ها مهیا بود بیشتر در کدام موارد بوده؟ و آن طوری که ما در گزارش همچنان دیدیم که مردم بیشتر شکایت از این داشتن که آسیب های زیاده برایشان رسیده، بیشتر این آسیب ها را شما فکر میکنید که به ویژه در بیشتر در قسمت های زیربنا بوده و یا همچنان در بخش های اقتصادی و سیاسی همچنان؟ گوری نه از ده چه پاقه وقت که مکتا ده پرمختق زمینه برابره و دقیه نمخ که ده امیر امان لخان یا غزی امان لخان پا وقت که چه کلا غزی امان لخان او اختل چه ده افغانستان ده پرمختق پوڑهی تا ورسوی ده ملن کار شروع کدل تا، یعنی پاقه وقت که ما افغانستان چه چه پسیمه که ریل موجود نو ده اختل چه دلتا پسیمه که ریل پا افغانستان که ریل پتلی و غزوی کدای پر خود شو وای وای په افغانستان کې اوس د ترانسپورت لنګانه په افغانستان لوړ پړوی ته رسیدلی وای. په ډیرو نورو مواردو کې د غوښتل په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز مسایلو کې چې افغانستان تر یو حده ورسوي، مګر تاسو ولیدل چې په هغه وخت کې هم انګریزانو یو څوک راجی کړل پسې چې هغه هم د پیسو په مقابل کې و، پیسې ورته ورکړې، یو څوک یې راوستل د امیر امان الله خان په ضد یې وجنګول او د افغانستان د وخت پرمختللی جمهور رئیس د افغانستان نه تبعید کړ. یعنی موږ خرڅیږو، موږ کره کیږو، د بل چا په لاس خپل حکومتونه ړنګوو. لکه پخوا چې احمدشاه ابدالي به لاړو هندوستان ته، په هندوستان کې به یې د ډیلي تخت باندې خپل افغانان شهیدان شول، ډیلي تحت به یې ونیو، بیا به یې عملته یو والی مقرر کړ او ګټه یې په هغه ډول چې په کار وه افغانستان ته یې ګټه نه شوه ترلاسه کولی. یعنی د افغانستان یو جز و صحیح مالیه ورته راتله، خو په هغه ډول نه کېده. د احمدشاه بابا نه راوروسته هم په دې ډول موږ به لاړو تختونه به هم ونیول په زور باندې د خپلو وینو د خپلو سرونو په اساس باندې تختونه ونیول، خو بل چاته همدغسې کېدل. وروسته هم کله چې د داود خان وخت و، داود خان هم په همدې ډول یو جمهور رئیس و چې هماغه د امیر امان الله خان تګلاره یې پر مخ وړه او په هماغه قدم یې قدم کېښود. ده هم هیله درلوده چې افغانستان تر یو ځایه ورسوي، هغه هم پرینښودل شو، هغه هم شهید کړی شو.
روس ته روسان راځي موږ تاسو خپل ولیدل چې پروم د روسانو په وخت کې بیا څه وشو او تر نن هم دغه موضوع روانه ده. افغانان همیشه د بل چا لخوا کرا شوي دي او همیشه بل چا استفاده کړي استفاده ترې شوې ده. جهاد راغی ګوري د یو موضوع زه ویلی شم سمه ده، هلته په هغه وخت کې مجاهدین په حق او دوی جیک شو د کمونیستي رژیم په مقابل کې، ځکه دلته روسان راغلل او روسانو یرغل وکړ. خو د روس پلوي حکومت سره افغانان چې کوم هغه افغانان غوښتل چې افغانستان یو نه یو ځای ته ورسوي، څنګه یې ورسوي؟ دوی پاک خلک وو، د دې نه به سترګې پټې نه کړو. دوی غلې نه کولې، دوی بلډینګونه نه لري، اوس هم د دوی وزیران دي، حتی جمهور رئیس کور نه لري. او د جهاد پاتې شونې میراث خواره چې اوس موږ تاسو ویلی شو، اوس راشه فلانی جنرال یې چې اصلا جنرال هغې ته ویل کېږي چې یو څه ویلي وي. دوی د جهادي جنرالان په دې ډول دي چې ماشینه کیم نه دي، دوی خپل منځ کې جنرالۍ سره ورکړي او اصلا سواد نه لري. همدغه خلک دي بلند منزلې لري، کورونه لري، کور نه کورونه لري، مارکیټونه لري، سرایونه لري. همدغه د جهاد وارثین دي چې اوس هم په هماغه خلکو باندې په یو نه یو ډول په ډار په یو نه یو ډول بیا هم حکومت کوي په خپلو خلکو باندې. مجاهد هغې ته ویل کېږي چې د روسانو د وتل د ورځې پورې جهاد وکړه، یا شهید شه او یا هم غزي شه، نور په کور کېناستو. مګر دا کوم مجاهدي دی چې اوس ورشي په لسهاوو کورونه لري، په لسهاوو مارکیټونه لري. اصلا جهاد د دې دپاره، جهاد دغه تاسو لاړ شئ وګورئ چې مجاهد یعنې په څه معنی. مجاهد د خدای په لاره کې د هغه څخه د دین څخه دفاع ده، فی سبیل الله، د خدای لپاره. مګر په افغانستان کې مجاهدین د دې دپاره جهاد وکړ، نور نه یادوم تر هغه چې روسانو وتلو پورې، دا نور چې اوس هم د جهاد چیغې وایي. پرون د سقاو زوی و، نن ما مارکیټونه لري. پرون د موچی زوی و، نن تعمیرونه لري. دا دې د کوم ځایه که ته خو د سقاو زوی وې، اوبه به یې جیګولې پلار دی. نو دا تعمیرونه، د بلډینګونه د کوم ځایه کړل؟ بینان افغانستان یې خرڅ کړ، خلک یې ووژل، د خلکو بیت المال یې چور کړ. موږ تاسو ولیدل په هماغه کابل کې، موږ تاسو هم اوسېدو، د کابل یو کور پاتې نه شو، دوی چور نه کړ ټولو ډلې. یعنی دا یوه ډله نه وه، ټولې ډلې همدلته چې د افغانستان د کورنیو جګړو کې چې لاس درلود، همدغه کار یې وکړ. ستا قالینې وې وړې، ستا ټلویزیون یې وې وړ، ستا یخچال یې وې وړ، ستا د کور کالي وې وړل، دغه یې خرڅ کړل. ستا د کور برړونه او لرګي وې وړل، په پاکستان یې خرڅ کړل. ستا د اردو ټانکونه یاره کړل، په پاکستان یې خرڅ کړل، په ایران یې خرڅ کړل. ستا د اردو هغه په سوونو تیارې چې درلود، هغه یې پاکستان ته ورکړې. هغه اردو چې په سیمه کې ساری نه و، هغه یې ړنګه کړه او پاکستان ته یې وویل چې پاکستانه اوس خوښي رانه، اوس رانه خوشحالي چې خپله اردو مې ړنګه کړه. خپل افسران یې ووژل، ترور یې کړل یو بل سره. خپل پوی خلک عالمان او د قوم مشران سره ووژل. همدا لړۍ اوس هم روانه ده، اوس هم وژل کېږي. خیلی سپاسگزارم از حضورتان مهمانان گرامی، آقای جمال ناصر اصولی، تحلیلگر مسائل سیاسی، آقای فرهاد صدیقی، عضو مجلس نمایندگان. بسیار تشکر از شما. همچنان سپاسگزارم که دو ساعت برنامه آغاز روز را به حوصله‌مندی دنبال کردین. تا برنامه دیگر، خدا و نگهدار.